بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد با عرض سلام خدمت شما عزیزان محترم شبکه جهانی نور امیدوارم هر جا که هستید شاد و خرم باشید این برنامه همونطوری که میدونید مربوط به شماست و ما با هدف ایجاد اتحاد و وحدت امت اسلامی در خدمت شما هستیم اما معتقدیم که این وحدت و این اتحاد حاصل نمیشه الا به این که ما به اصل مرجع مسلمین یعنی قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به فهم صحابه کرام و سلف صالح امت رضوان الله تعالی علیهم اجمعین برگردیم الله سبحانه و تعالی همه امت و بشریت رو به یک مسئله مهم دعوت میکنه و میفرماید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا یعنی همگی شما به ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرق نشوید و شکی نیست که ریسمان الهی یعنی قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و صحابه و سلم عزیزان بیننده منبر آزاد اومده تا با مرجع قرار دادن کتاب الله و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و صحابه و سلم و با دلیل و سند و به دور از تعصب اسلام ناب رو برای شما معرفی کنه و در این حال خودمون رو هم از خطا و اشتباه مسئول نمیدونیم شکی نیست که نظرات و پیشنهادهای شما به ما برای بهتر شدن برنامه حقیقتا کمک میکنه و در این حال تماسهای خوب شما افتخاری برای ما شما در این برنامه میتونید کاملا آزادانه نظر خودتون رو به ما انتقال بدید ولی با توجه به محدودیت وقت شما عزیزی که تماس میگیرید باید چند نکته رو در نظر بگیرید یکی اینکه تا جایی که امکان داره مطلب خودتون رو مختصر و مفید ارائه بدید دوم اینکه اون نظر در سیاق برنامه باشه و خارج از موضوع بحث نشه سوم اگه کسی نظری مخالف داره باید نظر خودش رو کاملا مستند و با حجت و حفظ امانت علمی بیان کنه سروران من وقت برنامه یک ساعت بیشتر نیست و ما در طول این مدت یک ساعت هم باید به سوالات مرتبط جواب بدیم و هم اینکه از طرفی سوالات شما بینندگان عزیز رو هم در نظر بگیریم و اینها رو خدمت کارشناس محترم برنامه ارائه بدیم و هم پاسخی کاملا شامل و جامع برای این سوالات داده بشه و حق مطلب رو ادا کنیم بنابراین تمامی این کارها در مدت محدود یک ساعت مستلزم همکاری شما عزیزانه و اگه احیانا مجبور میشیم میان صحبت‌های عزیزی مداخله کنیم تنها به خاطر اینه که با موضوع خارج از بحث نمیتوان حقیقتاً وقت برنامه رو گرفت و از طرف دیگه هم باید فرصت به سایر بینندگان عزیز هم داده بشه تا از وقت حد اکثر استفاده رو ببرید امروز صحبت از اساس دعوت انبیاست و میخواهیم در مورد مطلبی با شما بحث کنیم که هدف واقعی از خلقت انسان هست مبحثی که تمامی انبیا و رسول به خاطرش مبعوث شدن و بعضی از این انبیا و رسول به خاطرش قربانی شدن و از زیر اره ها گذشتن میخواهیم با هم از لا اله الا الله صحبت کنیم چنانچه الله سبحانه و تعالی در قرآن مجید میفرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت یعنی ما در میان هر ملت و امتی فرستاده ای رو مبعوث کردیم به این که بگوید شما تنها الله را عبادت کنید و از عبادت طاغوت بپرهیزید این همون رسالت مشترک میان تمام انبیا است که بشریت رو به اون فرا می‌خوندن مثلا الله سبحانه و تعالی در داستان نوح علیه السلام در قرآن مجید اینگونه می‌فرماید قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا الله واتقوه واعطیون نوح علیه السلام به قومش میگه ای قوم من برای شما یک هشدار دهنده آشکارم اینکه شما تنها الله رو عبادت کنید و تنها از الله بترسید و تنها الله رو اطاعت کنید نظیر این آیات توحیدی در قرآن بسیار زیاده که همگی یگانگی الله سبحانه و تعالی رو میرسونه مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را
با هم به همراه کارشناس برنامه میخواهیم این مبحث بسیار مهم توحیدی رو بررسی کنیم که امیدوارم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. یک میان برنامه با هم ببینیم، سپس در خدمت شما خواهیم بود. اصحاب انظری ایمانی در سطح بسیار بالایی بودند و در راه خدا و در راه ایمان مسائل زیادی رو متحمل می شدند. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. پیامبر دوران سختی از دعوت رو پشت سر گذاشته بود، دوران مشکلی رو سپری نموده بود، در مسیر دعوت و در راه دعوت شکنجه، اذیت و آزار شده بود. اگر کفار از پیامبر حمایت نکردند، خدا حمایتش کرد، خدا یاریش کرد. اذ اخرجه الذین کفروا، اون هنگامی که کفار بیرونش کردند، ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، و پاداش آخرت بهتر هست. ای کاش اونها این مطلب رو میدانستند. در این جلسه درباره مقدمات هجرت و مسائل هجرت سخن خواهیم گفت و در خدمت شما خواهیم بود. با عرض سلام مجدد خدمت شما دوستداران برنامه منبر آزاد، در خدمت کارشناس محترم جناب استاد عبدالله کشکار هستیم. جناب استاد خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما. مقدمتا اگه صحبتی با بینندگان عزیز دارید من در خدمت شما هستم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي انعم علينا بالدين والايمان، رب العالمين ربانا بنعمه يلوان، الرحمن الرحيم بعباده في القبور بالروح والريحان، مالك يوم الدين أن يحكم بين العباد بالعدل والإحسان، إياك نعبد أي نخصك بالعبادة يا رب العالمين، وإياك نستعين نستعينك على النفس والأعداء والشيطان، اهدنا الصراط المستقيم بالاستقامة على الدين والإيمان، صراط الذين أنعمت عليهم من أهل الهداية إلى طريق الجنان، غير المغضوب عليهم ولا الضالين من أهل الكفر والطغيان. آمين. إجابة للدعاء وشكرا للملك الديان. خدمة الشباب كار عزيز وبنندقون عزيز محترم، عرض ادب و احترام و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب استاد پس اجازه بدید چون وقت خیلی محدود وارد بحث بشیم. بفرمایید. همونطوری که میدونید الله سبحانه و تعالی از زمانی که آدم علیه السلام رو خلق کرد تا به خاتم نبیین رسول الله صلی الله علیه و آله و صحابه و سلم یک سلسله انبیا و رسول رو مبعوث کرد که اختصار دعوت اینها میاد در اسلام جمع میشه، در دین مبین اسلام. حال اگه به زبانی ساده بخوایم برای یک انسان مسلمان بگیم که خود اسلام در چند چیز خلاصه میشه، شما چه نظری رو جناب استاد داری؟ من در خدمت شما هستم. بله، بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. ظاهرن اون چی که مشخص و نمایان موضوع برنامه‌تون جناب آقای ابکار عزیز، موضوع کلمه توحید، همون لا اله الا الله، همونطوری که در مقدمتون به اون اشاره فرمودید. بله. در این زمینه حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بنی الاسلام علی خمس: شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه وصوم رمضان وحج البيت من استطاع عليه سبيلا. با این حدیث نبوی شریف در واقع ارکان مهم اسلام در میابیم و از مهمترین و اولین رکن بزرگ اسلام شهادتینه: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. بله. خب در این وقتی که به ما دادن در مورد کلمه توحید یا همون اخلاص، کلمه لا اله الا الله، دقایقی در خدمتتون هستیم که در مورد اون ان شاء الله خدمت بینندگان عزیز عرایزی داشته باشیم. بله. در ابتدا ما بیاییم ببینیم کلمه لا اله الا الله در واقع این جمله با این
عبارت کم، در واقع چهار کلمه بیشتر نیست، اما یک معنای دقیق و واسعی دارد. بله. وقتی ما بگوییم لا اله الا الله، در واقع در این جمله هم اثبات است و هم نفی است. درسته. لا اله یعنی هیچ معبودی نیست. در واقع این میرسونه که خدایان متعددی اونجا هستند، بله، چرا که کلمه اله مفرد کلمه آله است. حال اله به چه چیزی گفته می شود؟ به هر معبودی که پرستیده شود اون اله گفته می شود. حال اون خدا یا اله سنگ باشد، جماد باشد، نبات باشد، انسان با چیزی، هر چیزی باشد، بله، به اون اله گفته می شود. حال در این کلمه می بینیم که لا اله الا الله یعنی نیست معبودی به حق جز الله، جز الله، جز الله نیست معبودی به حق جز الله. بله. حال در اینجا در ابتدا لا اله یعنی نفی میکنه تمام آلهه غیر از اله حق، سبحان الله، یعنی هر معبودی که از سنگ و بت و غیره که پرستیده میشد در واقع در مکه اینها لغو شدند، باطلند. لا اله یعنی چی؟ نفی برای هر نوع خدای باطل. بله. الا الله در واقع ثابت میکند چه؟ الوهیت خداوند تبارک و تعالی، سبحان الله. یعنی پس اینجا نیست معبودی به حق جز الله. بله. در این کلمه هم نفی است و هم اثبات. اثباته. فقط خیلی عذر میخوام، مثل که ظاهرا یک بیننده هم پشت خط هستن جناب استاد. ایشون جناب آقای عبدالله از ایران، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام عرض کردم خدمت استاد محترم، جناب دکتر و همچنین جناب آقای آبکار برادر محترم. به اونزی که میخواستم در مورد اون صحبت کنم، در مورد حول آیه و لقد بعثنا فی کل امت رسول ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. بفرمایید. این آیه که مستقیما ما میگیم تفسیر از لا اله الا الله و هدف ارسال پیامبر، این آیه که به اساس دعوت رو این قرار گرفته. اما امروزه گروه هایی هستن که میان دعوت ربوبیت شروع میکنن، در حالی که اساس دعوت در اسلام روی دعوت الوهیت، گروه های اومیان دیگه دعوت تبلیغشون الله رازق الله مالک، در حالی که خودشون جاهل و نادان نسبت به اساس دعوت پیامبران. درست. در مورد این گروه یکم شرح بدید این بحث و گروه های منحرفی که. نه. خب ظاهر ارتباط ما با جناب آقای عبدالله از ایران قطع شدن. بله، جناب آقای آرمان از تهران بفرمایید. آقای آفکار سلام دارم خدمت شما، بفرمایید. با عرض خسته نباشی خدمت شما، مجری عزیز و کارشناس برنامه‌تون. آقای آفکار بفرمایید. جانم من عرض داشتم خدمت شما، اینم این که آقای آفکار ما مدت هاست که برنامه شما رو بعضی اوقات نگاه میکنیم، تماشا میکنیم. بله. فکر کنم دیگه بحث توحید خیلی خسته کننده شده، کمتر از این صحبت کنید. دعوای تو 1400 سالتون این بحث توحید رو تمام نکردی شما، هی به این مذهب میپرید به اون مذهب میپرید، آخرش معلوم نشد دیگه این توحید چیه. کافیه دیگه یه بحثای دیگه در مورد سیاست، در مورد چیزهای دیگه صحبت کنید. فکر نمیکنید دیگه زیادی شده بحث توحید؟ بسیار سپاسگزارم از نظرتون. به هر حال بحث توحید دعوت تمامی انبیا و هدف از خلقت انسان هم همینه، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الله سبحانه و تعالی میفهم من جن و انس رو خلق نکردم مگر برای عبادت خودم. و اساس ترین مشکل هم در جهان امروز مسئله توحید و عبادت غیر الله است، به طرق مختلف که اینو حتما توضیح خواهیم داد. و ما هر چقدر از توحید هم بگیم به نظر من کم گفتیم، ولی انشالله فرمایش شما متین و محترم. خب جناب استاد من در خدمت شما هستم. اگه خواهش بکنم. خب پس جریان همین که عرض شد، پس در مورد کلمه یا جمله اله الله درمون نفی است و اثبات. حال ما برگردیم به اوائل بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع ادامه دهنده راه پیامبران قبل از خودش می باشند. بله. آمدند که توحید تبلیغ کنند، همانطوری که پیامبران گذشته به سبب توحید آمدند که مردم برسونند، و اساس دعوت پیامبران هم همین توحید است. توحید بوده. بله. پیامبر صلی الله علیه وسلم زمانی که در میان قریش در بین اهل مکه مبعوث شدند، در اونجا خدایان متعددی پرستیده می شدند، و اینجاست که همین کلمه می گوید که لا اله الا الله، می خواد کل اون آلهه چه باطل کند. بله. و گفته شده که بیش از 300 بت در مکه پرستش می شدند.
حال پیامبر آمدند که این جمله بفرمایند و بگویند که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ای مردم بگویید لا اله الا الله تا رستگار شوید. اینجاست که ابو جهل و غیره مشرکین قریش تعجب کردند، گفتند که آخر نمی شود تمام آلهه به یک اله مبدل شوند، این کون، این مخلوقات به این وسعت بزرگی یک شخص یک اله نمی تواند اینها اداره کند. اینجاست که خداوند تبارک و تعالی در آیه کریمی فرماید اجعل الالهه اله واحده ان هذا لشیء عجاب. گفتن ممکن نیست تمام آلهه، تمام این خدایان که ما اونها میپرسیم بیان کلا باطلا مختصر شوند در یک اله. و اینجاست که رسول الله صلی الله علیه و سلم به دعوت اونها پرداخت، اونها را ترغیب کرد که ای مردم بیایید تمام این آلهه را کنار بذارید، پس بیایید که یک اله، اله حق پرستش کنیم. در جای دیگر قوم موسی به حضرت موسی گفتند که قالوا یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آلهه. سبحان الله، حتی قومی آمدند قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله ایام حضرت موسی از اون خواستند که برای ما هم چند خدایی باید باشد تا اینکه ما چیکار کنیم، پرستش کنیم. در جای دیگه خداوند تبارک و تعالی میفرماید فما اغنت عنهم آلهتهم، این خدایانی که اینها پرستش میکنند چی اونها را بی‌نیاز نکرد. در واقع این آیات کریمه و بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله و فرمایش بزرگوارش قولوا لا اله الا الله تفلحوا، این میرساند که در بین اهل مکه بت‌های زیادی بودند. آقا آمده برای خودش هسته خرمایی گذاشته پرستش میکند، درست، سنگی تراشیده پرستش میکند، درختی گذاشته برای خودش پرستش میکند. کما اینکه حتی جناب استاد امروز هم این به هر حال مظاهر وجود داره از این نوع رفتار، حتی هستن اقوامی که تا به هنوز به عبادت هسته خرما میپردازن، تا به هنوز به عبادت مثلا حیوانات میپردازن. و جالب اینجاست آقای اوکرازی، جالب اینجاست وقتی که ما به حساب در کتب اینو میخونیم 1400 سال قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم اونجا اقوامی هستند هسته خرما پرستش میکنند، یا اقوامی هستند درخت رو پرستش میکنند، انسان متعجب میشود که چگونه انسان با این عقل که خداوند به اون داده بیاد یک چیز جماد بیروح که هیچ نفع و ضرری هم ندارد چی پرستش کند. اما امروز بعد از 14 قرن همونطور که فرمایش دادید در عصر خودمون در همین آسیای خودمون ما میبینیم که اونجا قومی هستند گاو پرستش میکنند. یک شخص فقیری که به حساب یک مغازه برای خودش باز کرده باشه، میوه فروشی مثلا زده باشه، این شخص از خداشه و تمنا میکند که یک گاوی اونجا رد بشه بیاد از همین میوه های خوبچه بخورد. اگر این گاو بیاد و از میوه های تر و تمیزش بخورد، این انسان احساس سعادت میکند که چرا من دیگه انسان سعادتمندی هستم. در جای دیگر حتی اقوامی هستن در همین عصر خودمون، اقوامی هستن که موش میپرستن. همینطوره، دقیقاً همینطوره. در واقع اونجا یک معبدی برای همین موشا گذاشتن، بهترین تغذیه، بهترین شیر و ماست و برای اینها آماده میکنن تا اینکه چه به حساب اینها پرورش دهند و اینکه برای این موش سجده کنند. بله، پس اصلا کل اینها میرسونه که بحث توحید بحثی نیست که بخواد تموم بشه و ما اونو اختصار کنیم مثلا در ظاهرن. یک تماس هم جناب استاد داریم. جناب آقای سامان از ایران، جناب آقای سامان از ایران بفرمایید. الو آقا سامان، شما صدای منو دارید بفرمایید. الو. بله من صدای شما رو دارم، بفرمایید. الو سلام، خوش سلامت باشین، استدعا میکنم. من میخواستم در مورد یک موضوعی صحبت کنم، اینکه برنامه شما خیلی جالبه که در مورد توحید صحبت میکنید، ولی خیلی این صحبت کردنتون در مورد توحید خیلی طولانی شده، یعنی یک دو سه ماهیه که من برنامه‌تون رو نگاه میکنم همش در مورد توحیده. من فکر میکنم ما در مورد توحید و اینا دیگه ارضا شدیم، یعنی به اون حد چیز خودمون رسیدیم. یکم اگه میشه در مورد مسائل سیاسی روز صحبت بکنید، اما آگاه بکنم مسئله سیاسی روز. و من طبق این چیزی که تو برنامه شما اینا احساس میکنم که شما قائل به اینید که دین از سیاست جداست. بسیار سپاسگزارم از نظرتون. اما به هر حال آقا سامان، این شبکه سیاسی نیست،
خیلی شبکه دیگه هستن. به هر حال این اخبارایی رو که شما میخواین، اخبارایی که مربوط به سیاست، میتونید به اونجا مراجعه کنین، دریافت کنین. و این محبت شماست، لطف شماست که دارین این برنامه رو میبینین. و باور کنید، باور کنید دوست عزیزم، توحید بحثی نیست. اگر توحید بحثی بود که فقط برای یک مدتی باید خلاصه میشد، الله سبحانه و تعالی بیش از 124,000 پیامبر رو مبعوث نمیکرد. چرا؟ چون هر گاه که انسان و بشریت اومد، الله سبحانه و تعالی ترک کرد، الله سبحانه و تعالی رسول رو مبعوث نمود. صرفا برای چی؟ برای اینکه همین کلمه رو لا اله الا الله رو دو مرتبه تلقین میکنن. و انسان طبیعتش همینه که گروز میزنه. ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بله، یعنی خداوند تبارک و تعالی به لطف و کرمش به بشریت در طول تاریخ پیامبرانی ارسال فرمودند. و مأموریت اصلی این پیامبران دو امره، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نگفتن که شما برید مثلا وارد سیاست بشین، وارد دیگه اومدن گفتن ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. پس عبادت الله شرط اول زمانی برای خوب اینه طریق زمانی این مسائل به حساب همون دوستان ما که عنوان میکنه یا مسئله سیاست و غیره، زمانی من مسلمان میتوانم اون رو به حساب درک کنم یا در مورد اون صحبت کنم که من انسان موحدی باشم. احسنت. که این سیاست من ناتج از توحید من باشد. درست. اگر انسان مسلمان موحد باشد، لا اله الا الله درک کرده باشد، اون وقت این میتواند در مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بقیه مسائلی عنوان کند. پس عقیده اساس کار هست جناب استاد. اصل کار جناب آقای عبدالله، اصل برنامه و اصل کار همونطوری که دعوت پیامبران بوده توحیده. نه. انسان مسلمان، اگر امروز ما میبینیم مسلمانان در سر تا سر جهان ضعیف شدند، آیا از سیاست کم دارن یا توحید کم دارن؟ سوالی مطرح میشه. بله. امروز اگر ما گرفتار صهیونیست‌ها شدیم، بله، اگر امروز ما اون عزتی که داشتیم از دست دادیم، همه نتیجه این که ما توحید از دست دادیم، بله، نتیجه این که ما فاصله گرفتیم از قرآن و سنت، بله. اما سیاست امروز، سیاست مداران ما کم ندارن، بله. اما زمانی یک انسان میتواند سیاست به نفع دین بیاورد که چه عقیده درست و عقیده درستی باشه. بله. من یک مثالی بزنم. بله. در همون ببین، الان بزنم یک مثالی، در همون عهد قریش، بله، در همون ابتدای اسلام مملوکی بود، کنیزی بود، بله، نه تحصیلات دانشگاهی داشته، نه دکترا بوده، حتی اول ابتدایی نرفته، فقط این آقا در مسجد شاگرد رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، بله، و شنیدند از قرآن سنت. این مملوکه و این کنیز خدمتگزار یکی از سران مشرکین قریش بوده. بله. الان ببینید این کنیز به طبع جامعه بشری اون روز مشرک بوده، اما وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مبعوث میشوند، قولوا لا اله الا الله تفلحوا فرمایش دادند، این کنیز به فضل پروردگار چه ایمان می آورد، مسلمان می شود. هنوز مسلمانه اما تحت سیطره اون سران قریش بوده، اون را تعذیب می دادند در نتیجه اسلامش. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چیکار کردند؟ از جمله افرادی که اونها خریداری کردند و آزاد کردند همین خانم، بله، این زنی به نام زنیره، سبحان، معروف از در تاریخ. بله. حال چه شد بعد از این که ابوبکر صدیق رضی الله عنه، ببین امتحان الهی، بله، بعد از این که این زنیره آزاد شد، به دلیل چه آزاد حضرت ابوبکر صدیق اون رو آزاد کرد؟ به دلیل اینکه ایمان آورد به رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم. بعد از مدتی چه امتحان بزرگی برای او پیش آمد، بیناییش از دست داد، سبحان الله، کور شد. مشرکین قریش آمدند او را سرزنش دادند. بله. ببین، بلات و عزا کافر شدی، بلات و عزا کافر شدی، دین جدید من درآوردی و مصنوعی و از الله علم از کجا آمده پذیرفتی، به خاطر همین بینایی تزدز دادی. اما ببین این زنیره چه گفت؟ می گفت من در واقع اینو رسوند که منو لا اله الا الله انتخاب کردم، سبحان الله، با لا اله الا الله زندگی میکنم، سبحان الله، و با لا اله الا الله عجین شدم، و با این لا اله الا الله ان شاء الله از دنیا خواهم رفت، سبحان الله. ببین خداوند تبارک و تعالی تشخیص دادند که این زنیره، این مملوکه و این خدمتگزار بیش نیست. بله. از این آزمایش الهی چه نتیجه مثبت داد. بله. اگه جناب فقط یک جمله، بله، اینجاست که همین زنیره رضی الله عنها و رضاها چه بینایی از دست دادش باز هم آورد، خداوند تبارک و تعالی اون اکرام کرد، اون بینایی که از دست داد باز هم
به اون داد. سبحان الله سبحان بس این میراثان چی؟ توحید. بفرمایید حالا بعد بسیار سوالگرم اگه اجازه بدین یه چند تماس هم داشته باشیم. ظاهرا جناب آقای توحید از سنندج درسته؟ عذر میخوام جناب آقای فریدی از سنندج بفرمایید. جناب آقای فریدی از سنندج من صدا شما رو دارم و از اینکه مدت طولانی پشت خط موندین خیلی عذر میخوام. بفرمایید. خب جناب آقای عدنان از کردستان عراق رو داشته باشیم. جناب آقای عدنان بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید، خدا خیرتون بده. سلامت باشین. بفرمایید. من یه توضیحات تقریبا یه سوالم دارم، اگر فارسیم خوب نیست خیلی خواهش میکنم منو ببخشید، چون من فقط از تلویزیون اینجور چیزا فارسیات میرسم. خواهش میکنم. من میخوام میگم نه موش میکردن. خب موش معلومه که میبینن، شاید گاهی وقتا بیاد و رفتن موش پرسیدن، ولی با اون چیزایی که پرسیدن گاهی وقتا شده شفاشون اومده، ولی اونایی که مخدیر رو میپرسن و نمیبینن با اونا چی میگن؟ من خیلی عذر میخوام نمیگم، ولی اونایی که مهدی میپرسن، خب مهدی معلوم نیست کجا، بعضی شاشون میگن تو برمودخ، نمیدونم یکی از ایماناشون میگه تو برمودخ خواهیم شده، اونجا یه پادگان داره، نمیدونم اونجا از کجا آوردن. خواهش میکنم اونو یک کمی توضیح بدی. آره درست اینا اونایی که موشو گاب و تیزای میپرسن، من بفکرم خیلی از اینا بهترن، اونا میبینن ولی مهدی که معلوم نیست. بله خیلی هم سپاسگزارم، خدا خیرتون بده، خدا حافظ شما. خدا حافظ شما، سپاسگزارم. جناب آقای صدیق از هرات بفرمایید. جناب آقای صدیق از هرات بفرمایید. جناب آقای صدیق اگه صدای منو دارید بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بخیر، امیدوارم که برنامه ما بخیر باشه. برای شما توضیح اما دلیل رو عطا کنم. بله فقط بله ظاهرا ارتباطم با جناب آقای صدیق قطع شدن. آقای کیارش از تهران بفرمایید. سلام آقای آبکار. من عرض سلام دارم خدمت شما. بفرمایید. خسته نباشید. میگم آقای آبکاری چندین هفته از آقای کلاغ خبر نداریم. من دیگه فکر کنم چه کار برگشته ایشون، دیگه پاس شده و بعد کارت گذارشون پر شد. این توحید شما ما فهمیدیم، ایشون باید چند جلسه برای توحید صحبت کرد، پول جمع کرد توحید شبکه درست کنه و قرضاشو بده، اینکه نشد کار آقای آبکار. خب صحبتتون فهمشون تموم شد، بسیار سپاسگزارم. ما میبینیمش نمیبینیمش. بحث هماهنگی با کارشناسا به عهده ما نیست و به عهده اداره است و انشالله شما که علاقمند هستین دکتر کلاغ رو ببینید حتما ایشون رو خواهید دید. سپاسگزارم از تماستون. باز تماسی است جناب استاد. پس روی هم رفته میشه گفت این لا اله الا اللهی که یک کنیز اینو میگه، با توجه به اینکه امروز در جهان اسلام و در جهان مسلمین جناب استاد خیلی هستن که مدعی لا اله الا الله هستن، اما از مقتضیات این لا اله الا الله چیه جناب استاد؟ همه مسلمون ها امروز میگن لا اله الا الله، ولی در این حال ما در اجتماع همین مسلمون ها میبینیم که خیلی عبادت غیر الله رو به طرق مختلف میکنن. پس از مقتضیات لا اله الا الله جناب استاد چیه؟ بله یکی از مستلزمات مهم لا اله الا الله کفر به طاغوت ها. کفر به طاغوت ها. حال طاغوت ها به چه معناست؟ هر چیزی و هر کسی که غیر از خدا پرستیده شود اون طاغوت است. حتی ولی باشه، حتی هر سنگ کسی باشه، حتی شخص باشه. بله غیر از خدا هر چیزی که پرستش بشه پس اون طاغوت است. حتی یک نبی هم باشه جناب استاد، هر کسی که باشد. چرا که عبادت حق الله. در یک حدیثی که معاذ بن جبل رضی الله عنه میفرمایند حق الله علی العباد ان یعبدوا ولا یشرکوا به شیئا. سبحان الله، حق الله علی العباد ان یعبدوا ولا یشرکوا به شیئا. این یکی از حقوق مهم و لازم که بندگان چیکار کنند؟ خداوند تبارک و تعالی عبادت کنند سبحان الله و به او چه شریک نورزند. بله در ضمن
و حق بندگان بله. که از خدا داشته باشند چه؟ الله یعذبهم. الله یعذبهم. چه وقتی انسان بله اگر انسان همین لا اله الا الله دینش رو ادا کرد لا اله الا الله به مقتضاش و محتواش عمل کرد و لا اله الله واقعا فهمید معنای لا اله الا الله نه اینکه لا اله الا الله تنها زبان اقرار به زبان نیست تنها وسط. نیست می‌خواستم همین عرض کنم تنهایی نیست که لا اله الا الله به زبان گفته شود در کنار اون شرکیات و خرافات و بدعت‌ها باشه بله. لا اله الا الله که گفته بشه این که به زبان گفته بشه تصدیق در قلب بشه و عمل به اون بشه چیزی که امروزه بسیار کمه جناب استاد تصدیق در قلب و عمل به مقتضیات این کلمه طیبه لا اله الا الله است چنانچه در خیلی از اجتماع ها در خیلی از کشورها دیده میشه که انسان ها گروه و گروه به یعنی به عبادت غیر الله به طرق مختلف میپردازند پس شما جناب استاد فرمودین که یکی از مقتضیات لا اله الا الله کفر به طاغوت بله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى پس این میرسونه که ما به حساب در مورد لا اله الا الله معنای دقیق اون ها لا اله الا الله کلمه توحید است بله. اینو اشاره کنیم بزرگان ما آمدن همین توحید رو به سه دسته تقسیم میکنند بله الان اینجاست معنای دقیق لا اله الا الله چه واضح میشه بله. آشکار میشه آمدن بزرگان ما فرمودن که توحید الوهیت توحید ربوبیت توحید اسماء و صفات الان لا اله الا الله در کل این توحید ربوبیت و الوهیت و اسماء و صفات چی در شده بله. یعنی ما وقتی بگوییم لا اله الا الله هر سنو توحید ما ادا کردیم بله. مشرکین قریش منکر رازق بودن خدا نبودن منکر خالق بودن الله نبودن درسته. منکر این نیستن که ما خدا به سبب وجود آورده ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله پس اگر از اونها سوال بشه چه کسی این همه مخلوقات آفریده در جا اقرار دارند میگویند الله خلق کرده بله و آیا این توحید کافی است نه کافی نیست وقتی ما میگوییم لا اله الا الله یعنی نیست معبودی به حق جز الله بله در همین عصر حاضر خودمون در طول این چند قرنی بعد از بعثت پیامبر تا الان حتی بسیاری از مسلمانان آمدند توحید رو در ربوبیت مختصر کردند میگویند که لا رب الا الله درست لا خالق الا الله در به حساب وقتی توحید عنوان میکنن و از توحید صحبت میشه میان در همین توحید ربوبیت چه مختصر میکنند اما لا اله الا الله که همون در توحید الوهیت اگر ما همون توحید الوهیت داشته باشیم خود به خود توحید ربوبیت در تحت اون زیر اون مندرج میشه حال ممکن است سوال بشه که توحید الوهیت به چه معناست؟ ربوبیت به چه معناست؟ قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدین جناب استاد اجازه بدید با هم یک میهمانان ببینیم سپس ان شاء الله در خدمت شما خواهیم بود خداوند متعال با اون عظمت و با بزرگی و جلال خودش از اون زنان ذکر یاد خوبی و خوشی در قرآن کرده شیطان در کمین آدم و حوا بود و میخواست یک جوری اونها را از بهشت خداوند بیرون بکنه اینجا خانه بنا خواهد شد و خداوند هیچ وقت اهل ابراهیم رو ضایع و نابود نمی کنه. و قاسمهما اینی لکما لمن الناصحین تا اینکه اون روز فرا رسید که دو قلوی حابیل و قابیل متولد بشن واقعا اینها برای هر خواهر مسلمان یک درسی است که ما هم از خداوند متعال بخواییم که خداوند همچین مهمانهایی را نصیب هر خواهر و هر زن مسلمان بکنه اونجا هیچ چیزی نبود هیچ کسی نبود هیچ چیزی نبود جز الله با برنامه اختران آسمانی در خدمت شما بزرگواران هستیم
با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، سرتاسر این قرآن توحیده، سرتاسر این قرآن از لا اله الا الله محمد رسول الله صحبت میکنه، و اگه ما بگیم بسه یعنی که دیگه قرآن رو نخونیم، یعنی که دیگه خوندن قرآن تکراری شده. اینها همه دوستان عزیز من مسائلی که باید قبل از اینکه پیشنهاداتونو در این رابطه بین باید روش خوب دقت کنین، و این که توحید بسه مثل اینه که شما دارین میگین که قرآن بسه. چرا؟ چون کل قرآن از توحید و از ربوبیت، از الوهیت، از اسما و صفات الله سبحانه و تعالی صحبت میکنه، و این اساس اسلامی، این اساس دعوته. و امروز جهان اسلام بزرگترین مشکلی که داره همین مشکل توحیده. ببینید چقدر مردم در روز و شب دارن عبادت غیر الله رو میکنن، چقدر مردم دارن به غیر الله متوسل میشن، چقدر مردم میرن پیش اولیاء الله، چقدر نظرها به غیر الله میشه. اینها همه از معضلات جهان اسلامه و اینها باید کاملا گفته بشه و توضیح داده بشه. قبل از اینکه خدمت جناب استاد برسیم، اگه اجازه بدیم با هم تماسی رو هم داشته باشیم. آقا حسن از ایران بفرمایید. سلام علیکم. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. خدمت آقای عبقر جان عزیز و استاد عبدالله کشکار. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. برسید در منطقه ما توحید به اون عنوان، مثلا ما میگیم لا اله الا الله، یقین داریم، به زبان هم اقرار میکنیم، به قلب هم تصدیق میکنیم، بله. ولی با وجود این هم میریم سر مثلا زیارت ها و نمیگیم اینا خدای ما هستن، اونجا میریم مثلا نذر میکنیم و حیوان میوریم اونجا ذبح میکنیم، به این منظور که اینا با خدا نزدیکترن. آیا از نظر شریعت اسلام مشکلی داره یا نه؟ بله بسیار. اگر بله با وجود این که این کلمه بخونیم و نماز روزه هم بخونیم، بریم دوباره سر قبرا ذبح کنیم، این مسلمانی ما به درد ما میخوره؟ آیا نماز روزه ما در روز قیامت به ما چیزی میرسه اجری یا نه؟ بله بسیار. من آقا اصلا من فقط یک سوال داشتم با توجه به اینکه شما در اون منطقی که هستید، اگه بخوایم یک نسبتی رو در نظر بگیریم، چند درصد از مردم از دیدگاه شما در اون منطقی که شما هستید مبتلا هستن به این معضل؟ آقا ابکار جان، فقط یعنی تو خانواده خود ما حتی دو نفر، این تو خانواده خود ما فرض میکنن دو تا الی سه نفر این قاعده داریم که نباید بریم سر قبرا، همینجا خونه ما ذبح کنیم و نذر کنیم، هر چی باشه همینجا خدا همه ما رو میبینه، اینجا اشکال نداره که بریم اونجا. ولی اکثریت حتی خانوار ما اینطوری هم که باید نبری سر زیارت ها، چه برسه به عموم. بسیار سپاسگزارم از حضور محترمتون و پاسخ جناب استاد. همین الان ازشون بشم، قبل از اینکه یک تماس دیگه هم داشته باشیم، جناب استاد پاسخ شما به این سوال دوست عزیزم آقا حسن از ایران. این خوب متوجه نشدن، ایشون فرمودن در منطقه ما خیلی از افراد هستن که برای نذر کردن و برای استعانت به در واسطه قرار میگیرن. بله بله بله. و علاوه رقم این لا اله الا الله رو هم قبول دارن. آیا این عمل درسته؟ آیا اینها اگه نماز بخونن، عبادت بکنن، روزه بگیرن و بر این اعتقاد باشن که ما بریم پیش غیر الله ذبح کنیم یا بریم پیش قبرها، آیا اینها وارد بهش میشن یا اینکه بهش رفتن و نرفتن این دست الله سبحانه و تعالی و امیدواریم که همه مسلمان شرع تعالی وارد بشن. ولی خب این نتیجه همین بحثای لا اله الا الله، هر انسان مسلمانی که محتوای لا اله الا الله فهمیده هیچ وقت واسطه برای خودش قرار نمیدهد. یعنی انسانی که لا اله الا الله شناخته، موحد باشد، چی نیاز دارد که مستقیم راز و نیازش با خدا شروع نکند؟ بله. چرا دنبال واسطه باشد؟ بله. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. ببینید آقای ابکر عزیز، در قرآن کریم کلمه یسألونک چند بار تقریبا نزدیک به 10 بار آمده. یسالونک عن المحیط قل هو اذن، یسالونک عن الاهله قل هي مواقیت الناس، یسالونک عن الخمر والميسر قل فيهما اذن فيهما اثم كبير ومنافع للناس. یسالونک همیشه خداوند تبارک و تعالی خودش جواب میدهد. اما وقتی که سر همین عبادت دعا رسید، و اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، اینجاست که نه خداوند متعال نفرمود که یا رسول الله بگو که خدا نزدیک است. بله. مستقیم همونطوری که برنامه ما الان زنده است، مستقیم خداوند تبارک و تعالی مستقیم جواب داد. بله. متبلی جواب شد مختصر. و اذا سالک عبادی عنی، به هرگاه بندگان از
من الله سوال بگیرم چه بگو؟ فانی قریب. نگفت بگو. ای مردم، ای بندگان، بدانید که من نزدیکم. بلا واسطه. بلا واسطه. انی اقرب الیکم من حبل الورید. پس واسطه لازم نیست اگر ما لا اله الا الله و توحید شناختیم. یک چند مثال عقلی من میخوام در این مورد بزنم. بله فهم. و شما بکر عزیزم مثال عقلی هم دوست دارید بیشتر. ببین عزیز من، اون انسانی همین دوستمون که زنگ زدند. بله. ایشون میروند سر قبر، سر همون میت. معمولا اون میت یک انسان عادی نیست. بله. بزرگواری بوده، شیخی بوده، جلیلی بوده، امامی بوده، به هر حال آدم صالحی بوده، رضی الله عنهم و رحمهم جمیعا. وقتی ما میگوییم که این قبر عبدالقادر جیلانی، خیلی ها به نظرشون و ممکنه به ذهنشون بیاد که این عبدالقادر جیلانی العیاذ بالله ممکن آدم چه خرافی و بدعت گذار بوده، در صورتی که یکی از بندگان صالح الله میباشد. عبدالقادر جیلانی نمیدانست و نمیفهمید که امتی بعد از او میاد و سر قبریشو میروند. بله. حال اون شخصی که به عنوان مثال همین قبر جیلانی من مثال میزنم، اون شخصی که میاد سر این قبر، این واسطه عبدالقادر جیلانی واسطه برای خودش قرار میدهد. سوال مطرح میشه، من که میرم سر این قبر عبدالقادر جیلانی، آیا من وقتی میخوام این واسطه من باشه، این سریعتر ندای من به گوشش میرسد یا الله؟ الله سبحانه و تعالی بلا شک. اگر من بگم نه واسطه، چون این سریعتر میشنوه، این کفره. اگر خداوند متعال سریعتر میشنود، پس لازم نیست واسطه، این به درد نمیخوره. بله. الله راز و نیاز من، حاجت من جلوتر شنید. بله. ثانیا وقتی من میرم سر همین قبر، این ولی هر کس که باشد، خب این ولی یا این شخص میت قدرتش، تواناییش در زمانی که زنده بیشتر بوده یا الان که مرده؟ سوالی. زمانی که زنده بوده. زمانی که زنده. بله. بلا شک این شخص زمانی که زنده بوده، اگر من کشتکار و شما جناب آبکار عزیز میرفتیم پیش این شخص، سر دعوایی مشکلی داشتیم، مجبور میشود این شخص بگه آقای آبکار حجتت بگو، بعد به من میگه کشتکار تو حجت بگو. بله. اگر در آن واحد دوتا با هم صحبت میکردیم متوجه نمیشود. بله. حال این که زنده بود تواناییش هم خیلی زیاده. بله. چه برسد الان که مرده. بله. الان که مرده در یک ثانیه هزاران نفر چه میان سر این قبر، یکی مریض، خدا ای فلانی واسطه من برای من بکن که شفا، یکی میگه بچه در یک آن صدها نفر میان اونجا، یکی میخواد ازدواج کنه، یکی آقا پول میخواد، یکی میخواد بچهش بره دانشگاه، یکی هزار تا مشکل، این بنده خدا نمیتونه بگیره. بله بسیار سپاسگزارم از این توضیح. بازم مثل که اگه اجازه بله بعد از بله تماس بله. یک تماس هم داشته باشیم. جناب آقای یاسین از کردستان بفرمایید. الو بفرمایید. جناب آقای یاسین در خدمت شما هستم. با عرض سلام و خسته نباشید به خدمت شما و استاد گرامی. سلام. من یه سوالی داشتم خدمتون که ما تو مناطق ما یه رسمی رسوم داریم، مثلا تو جه بازار و کسبای بازار قسم میخورم به لا اله الا الله. گفتم ببینم آقا چه حکمی داره این قسم ها، حکم گناه داره، حکم نداره قسم خوردن به لا اله الا الله؟ بله. بله بسیار سپاسگزارم. بله. در معاملات و کسب و کار بازار معامله. آها در معاملات و کسب و کار بازار قسم میخورن به لا اله الا الله جناب استاد، اینو در نظر داشته باشین. جناب آقای صدیقی از هرات بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از برنامه خوب شما خیلی ممنون. خواهش میکنم، هستیم ما در خدمت شما. سوال ما این بود که کسانی که لا اله الا الله میگوهن اول فیران آل نگه ها ولای شفاین عند الله مشتکی سبب نگفتن که ما اینا نمیپرستن، فقط اینا ما به خدا نزدیک میکنه و محال کسانی که نماز میخونه، عبادت میکنه، روزان میگیره، بازن اینا میگه مار قبر یا پیر یا اولیا مار با خدا نزدیک میکنه. فرق اینا مشرکین زمان ما که مسلمان هم هستن و مشرکین سابق چیه؟ اونا هر لحظه در دریا در جایی که به مشکل میرسیدن مخلصین لحودین میشدن. حالا مسلمان اندیزی بعد از دکتر بعد از خارج رفتن به زیارت یا قبر یا پیر یا سنگ یا چوب رو میآورن. حالا نشه این مسلمان نمیدی آخه.
بسیار سپاسگزارم. آیا اینهایی که به قبر و به این مسار روی میآورم میشه به اینا گفت مسلمان یا خیر؟ باز هم این هم جناب استاد داشته باشیم. جناب آقای محمد از کرمان بفرمایید. جناب آقای محمد از کرمان شاه بفرمایید. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید. سلامت باشین، بفرمایید. الان خدمت همکار کارشناس محترمتان سلام عرض می‌کنم. خواهش می‌کنم، بفرمایید. از برنامه خیلی خوب شما خیلی سپاسگزاریم. زحمت می‌کشین شبان روز برای اسلام، برای دین پاک اسلام، برای همه چیز ما. خدا ان شاءالله قبول کنه. ما در خدمت شما هستیم. خدمت شما عزیز، چند تا برادر که قدم تمام گرفتن گفتن این بحثا قدیمی شده، ولی یه آقایان مثل این که فراموش کردن هنوز در کشور ایران هنوز قسمهایی به اسم یا علی یا حسین، حتی در مناطق کردواری قسمهایی به طلاق میخورن. هنوز مسئله توحید هنوز مشکل اصلی مسلمانانه. بله. یا آقایان فراموش کردن هنوز در شهرهای بخصوص شیعه‌نشین یا علی یا حسین از ست تا پیامبرم بالاترن، اونا بیشتر به اهمیت میدن از قرآن، از سنت پیامبر. اینا فراموش کردن دین اسلام رو خوب نشناختن. بله، بسیار سپاسگزارم از تماسون جناب آقای صدیقی از هرات. جناب استاد، بله خب آخرین تماس هم جناب استاد داشته باشیم، بعدن به بحثش می‌خوایم برسیم. بله، جناب آقای آرمین بفرمایید از تهران. سلام. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. من همینجوری شبکه ها رو داشتم میگشتم. بله. اتفاقا شبکه شما رو دیدم. بله. دیدم در مورد یگانگی خدا دارین صحبت میکنین. بله. بعد یه مطلبی به ذهنم رسید، یه سوالی. اینکه حالا شما فقط اعتقاد دارین که خدا یگانه است و تمام اعتقادهای غیر اینو رد میکنین و ناحق میدونین، در حالی که تو همین یگانگی خدا هم بین مسلمان ها چقدر اختلاف است، در حالی که یکم اگه دقت کنیم میبینیم که دینی که من خودم الان مسیحی هستم و هیچ اختلافی در مورد این که حالا خدا، اون اعتقادی که در مورد خدا داریم به این در مورد این اختلاف نداریم. شما چجوری ادعا میکنید که دینتون حقه ولی این همه اختلاف حتی در مورد خدای خودتون دارید؟ من خدا رو شاکرم که خودم اعتقادم یه طوریه که لاغت با همدینام در مورد اون بحث نمی کنم، مخالفت نمی کنم، دشمنی نمی کنم باشون. خواستم اینو بینردهاتونم بشنم واقعا بدونن دین حق. جناب آقای آرمین، اینا همش نشانه جناب آقای آرمین حقه. دوست عزیزم اگه اجازه بدین من در پرانتز یک سوال دارم از خود شما. شما الان فرمودین مسیحی هستین و یک نکته هم الان به ذهن اومد، اونم اینه که گروهی از شما میگن که عیسی علیه السلام خود خداست و گروهی دیگر میگن ایشون فرزند خداست. شما به این اشکال چطور جواب میدین؟ اشتباه میدونین، اصلا اینجور چیزی نیست. همه ما کاتولیک و پروتستان این دو گروه دو اعتقاد جداگانه دارن. کاتولیک و پروتستان رو نمیشناسین، اعتقاداتشون هم نمیشناسین. خب بسیار سپاسگزارم از تماستون و برحال از این که شرکت کردین و این که ما در خدمت شما بودیم. در واقع جناب استاد بفرمایید. بله، به همون موضوع اولیمون یه مورد اضافه کنم. بفرمایید. در مورد همون واسطه و دعا کردن یک مطلبی هم اضافه کنم. اون شخصی که به حساب میاد و این شخص میت واسطه خودش قرار میدهد، این شخص هم این بزن آمد الان که این شخص در زمانی که زنده بوده آخه به چند زبان دنیا مسلط بوده. نه. امروزه اگر یک شخصی بخوان نابغه معرفی کنه در جهان چند زبان بالفرض؟ 5 6 7 زبان. میگن فلانی به 4 زبان دنیا مسلطه، این واقعا یک نوع افتخاریه. بله. خب این شخص مرده از ترک و لور و عجم و عرب و بلوچ و افغانی و زبان‌های مختلف، زبان‌های مختلف، لهجه‌های مختلف میان از این شخص میت میخوان که واسطه براشون، چون مسلمان الحمدلله از تمام لهجه‌ها و لغات ما داریم. حال این بنده خدا چگونه به این زبان‌ها مسلطه که جواب اینا بده، واسطه ای باشه برای اینها؟ نمیتونه باشه. پس من فکر میکنم انسان یک کمی عقل خودش به کار بندازه. با این چند دلیل عقلی مختصر که ذکر کردم، الله اعلم این واسطه ها به درد نمیخورن الا اینکه خود انسان موحد باشد، به همین لا اله الا الله بچسبد. بله. و مستقیما حاجتش و راز و نیازش
از الله لا غیر بخواهد. بله جناب استاد، توی همین مبحثی که داشتن عنوان میکردین در مورد حقیقت لا اله الا الله، پس برای اینی که ما به حقیقت لا اله الا الله برسیم، سه نکته رو باید در نظر داشته باشیم: اقرار به زبان، تصدیق در قلب و عمل به جوارح. مشکلی که امروز جهان اسلام با اون مواجه، عدم عمل به جوارح و در واقع همون تصدیق قلبی میشه که عدم تصدیق قلبی میشه که منجر به این میشه که افراد از اون مسیر لا اله الا الله باقی خارج بشن و به سوی غیر الله روی بیاورن. روی هم رفته جناب استاد، در مورد فضیلت لا اله الا الله برای بینندگان عزیز ما مطالب عنوان بفرمایید. جناب برادر عزیز، فقط در مورد فضیلت کافی است که من این یک حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم عنوان کنم. با توجه به ضیق وقتی که داریم، رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک روایتی میفرمایند: افضل ما قلت انا والنبيين من قبلي لا اله الا الله. سبحان الله. بهترین چیزی که من و سایر پیامبران عنوان کردن همین لا اله الا الله. در واقع همین دوست عزیزمون که فرمودن مسیحی مسلکن زنگ زدن، در واقع دین من خوب است هم جوابی برایشون باشم. در واقع دین مبین اسلام نامده است که خط قرمزی بر تمام دیانت ها بکشه. قرآن کریم نه آمده است که کل کتب سماوی چه باطل کند، بلکه رسول الله صلی الله علیه و سلم با توجه به فرمایش خودش که فرمودند پیامبران گذشته، اونهایی که قبل از من آمدند، آمدند که تمام بشریت به توحید دعوت کنند، انما انا کلبینه، و من رسول الله نسبت به اون برادران گذشته خودم مانند چی؟ مانند یک ساختمان کامل، یک جایی مونده به اندازه یک خشتی، یک بلوک، یک سنگی مونده. بله. آمدم که این تکمیل کنم. بله درسته. و در واقع قرآن کریم آمده چه؟ که کتب سماوی چه؟ تکمیل کند. بله. قرآن کریم نامده که بیاید کل مثلا تورات، کل انجیل غلط و اشتباه، نه اینطور نیست. بله. در صورتی که بالعکس در انجیل بشارت به محمد صلی الله علیه و سلم آمده. بله. و اونجا پیروان انجیل چه مکلف شدن به این که از رسول الله صلی الله علیه و سلم چه اینجا که رسول مبعوث شده چه بله. پیروی کنند. بله. اما پیروی نکردن. اینجاست که میگوییم ان الدین عند الله الاسلام. بله. هر کسی که دین مبین اسلام نپذیرد. بله. به نص قرآن کریم، ما آخر قرآن کریم داریم و یکی از محتویات دین مبین اسلام که ثابت است ولایتقه این است که ما در جهان اسلام با اینکه مسلمانان امروزه این همه اختلافات فی ما بین داریم. بله. ولی قرآنمون یکیه. اما بله. برویم سر اناجیل. بله. چند انجیل هست در بین دوستان مسیحی مذهب؟ بله. اون چی که مشهوره و معروفه چهار انجیله. بله. یوحنا و متا و بقیه. بله. اون که مشهورند، اما اونهایی که مشهور نیستن زیاد هستند. بله. پس این میرساند که دین مبین اسلام همانطوری که الله تعالی فرمودند انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بله. پس از این نظر ما میگوییم که در جای دیگر خداوند میفرمایند که لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. بله. به نص قرآن کریم. بله. منو جناب عالی نمیگیم، ما پایبند به قرآن داریم، قرآنمون اینو میگه. امروزه مکلف است هر عزیز مسیح مذهبی این که بیاید قرآن کریم چه مطالعه کند. بله. مقایسه کند با اناجیل خودشون. بله. مقایسه کند. بله. اون وقت که حقیقت میبینه. بله. در واقع در قرآن کریم از حضرت عیسی و از مریم علیهم السلام چه به خوبی یاد کرده، اونا تمجید و تعریف کرده. بله. و اینجاست که از نظر دین مبین اسلام این جمله در اصول ما داریم که شرع من ما قبلنا شرع لنا اذا لم يخالف شرعنا. یعنی شرع پیامبران گذشته در واقع میتواند برای ما هم شریعت باشد. بله. چنان که تصادم و چه تضاد با شریعت ما نباشد. بله بسیار سوالم جناب استاد، پس روی هم رفته اهمیت لا اله الا الله، گفتن لا اله الا الله از اینجا مشخص میشه که در واقع خطر شرک مشخص بشه. بله. درسته؟ بله. این جایی که در یک دقیقه نصیحت لقمان به فرزندش. بله. نقطه عطفی نیست جناب استاد. بله. برای بیان خطر شرک، ان الشرک لظلم عظیم. بله کاملا درسته، ان الشرک لظلم عظیم. چرا این خداوند تبارک و تعالی شرک رو به این ظلم بزرگ عنوان کردن؟ در واقع ان الشرک لظلم عظیم، نقطه مقابل لا اله الا الله شرک و عبادت طاغوت. نقطه مقابل لا اله الا الله شرک، ان الشرک لظلم عظیم. خداوند متعال تعبیر کردن به اینکه شرک
بزرگترین گناه. بله. بزرگترین گناه در چیه؟ منه که اگر العیاذ بالله در توحید لا اله الا الله شرکی داشته باشم به خودم ظلم کردم. بله. بزرگترین گناه به خودم زدم. و وقتمون تمومه؟ کاملا وقتمون تمومه. فقط یک جمله من این عرض کنم که از رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی سوال شده ای الذنب اعظم، چه گناهی بزرگتر؟ رسول الله فرمودن ان تجعل لله ندا وهو خلقك. سبحان الله. بزرگترین گناه این است که برای خداوند تبارک و تعالی شریکی ندی همتای قرابی در صورتی که چه اون تو را خلق کرده است. خلق کرده. سبحان الله. بس نقطه پایانی تو جناب استاد، اگه نقطه پایانی داری من در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. بسم الله و صلوات و سلام علی رسول الله. نقطه پایانی من اینو میدونم، بهتر میدونم که با دوست دعای خاتمه بدیم مجلسمون ان شاء الله تعالی. بله بسیار عالی. اللهم اقوالمان افعالمان خالصه برای خودت قرار بده. آمین. اللهم ما و بینندگان از زمره بندگان موحدت قرار بده. آمین. اللهم ما را از شر هر طاغوتی نجات بفرما. آمین یا رب. اللهم ما و بینندگان بر کلمه توحید لا اله الا الله بمیران. آمین یا رب. اللهم مسلمانان از شر هر شرکی و خرافاتی دور بگردان. آمین. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقين إماما. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. آمين. بسیار سپاسگزارم از این دعای خوبتون. بینندگان عزیز و محترم، همونطوره که میدونید شرک ظلم بسیار بزرگیه و ما باید توحید رو، باید لا اله الا الله رو اونطوری که الله سبحانه و تعالی در قرآن مجید اونو شرح میده اینو بفهمیم. در جلسه های آینده انشاءالله در مورد این مبحث توحیدی، در مورد این کلمه توحیدی لا اله الا الله بیشتر توضیح خواهیم داد و مسائل و اموراتی رو که مخالف با کلمه طیبه لا اله الا الله با هم در نشست های آینده دنبال خواهیم کرد. امیدوارم این مباحث مورد توجه شما واقع شده باشه و ما رو عامل به لا اله الا الله بگردونه. بسیار سپاسگزارم از حضور خوبتون جناب استاد. اگه هر نوع پیشنهادی نظری رو دارین حتما با ایمیل برنامه با ما مکاتبه بفرمایید، ما در خدمت شما خواهیم بود. تا نشست و جلسه دیگه همگی شما رو به خداوند سبحانه و تعالی میسپاریم. خدا یار و نگهدار همگی شما باد. سپاسگزارم. الحمدلله. سپاسگزارم.